همراه میشم با کامران متین و سایر رابط بین و در دانشگاه ساسکس از بریتون سلام میکنم به شما جناب متین برداشت شما رو میخوام بدونم از گزارش های رسمی که درباره گفتگوی تلفنی پزشکیان با مقام های ارشد حماس و حوزی ها و همینطور مواضع رئیس جمهور منتخب در این گفتگوها بدونم بله خب پیش از این تماس های تلفنی که شما اشاره کردید آقای پزشکیان در همون روزهای اول انتخابش یک نامه به حسن نصرالله رهبر حزب الله نوشت چند روز بعد یک مقاله‌ای که نسخه انگلیسی در تهران تایمز منتشر شد در اونجا روس کلی سیاست خارجیش رو عنوان کرد در هیچ کدوم از این موارد و تلفن های امروز ما هیچ تغییری یا تفاوتی با مواضع رسمی تاکنونی جمهوری اسلامی نمی بینیم ادامه شراکت استراتژیک با چین و روسیه تمایل به گفتگوی گفتگوها با اتحادیه اروپا بهبود روابط با همسایگان که در دوران آقای رئیسی آغاز شده بود با عربستان وضعیت عادی شد سفارتخانه باز شدند. و همچنین حمایت از نیروهای به زعم جمهوری اسلامی مغا... محور مقاومت حزب الله حماس و حوثی یعنی در هیچ کدوم از اینا حتی برای حفظ ظاهر هم شده برای اینکه کمی در واقع هماهنگی بین حرفهای کنونی و دوران انتخاباتیش هم باشه یعنی ما تغییری در هیچکدوم از اینا نمیبینیم و در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی همون چیزی هست که تا کنون بوده و تغییری در این زمینه دیده نمیشه واقعا اتفاقا میخواستم به همین موضوع هم اشاره بکنم جان متین در مناظره ها و این تبلیغاتی که شما هم بهش اشاره کردید پزشکیان مدام بر پایان دادن به تحریم ها و حل موضوع FATF اشاره میکرد چقدر این موازه این روزهاش رو در راستای وعده های انتخاباتیش ارزیابی میکنید بله خب میدونید که همه این مشاهدات به ما میگن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اصولا سیاست های استراتژیک در سطح داخلی و خارجی اصولا در جای دیگری تعیین میشن دفتر رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی به خصوص سپاه پاسداران در اون مناظراتی که شما اشاره کردید معلوم شد فکر میکنم آقای پور محمدی بود گفتن که اون به اصطلاح قبول FATF از توی ایران رو آقای جلیلی که عضو شورای امنیت ملی بودن بلوکه کرده و این روسا آقای جلیلی اعلام کرده که یک دولت سایه تشکیل خواهد داد چیزی شبیه به چیزی که در بریتانیا داریم ما اینجا و سیاست های دولت رو در واقع به استنتاق خواهند کشید با توجه به نفوذ ایشون باید فرض رو این بگیریم حتی بر فرض محال اگر آقای پزشکیان برخلاف نظر خامنه ای بخواد مثلا در این زمینه اقدامی بکنه یا در زمینه مذاکرات هسته باز همین کسانی که اون زمان تونستن در واقع مانع همچین چیزی بشن دقیقا دوباره خواهند تونست اما این پشتیبانی های علنی و مجدد آقای پزشکیان از حوسیها ها از حماس از حزب الله باید به این شکل هم بهش نگریست که جمهوری اسلامی اینها رو در واقع منافی معامله اگر لازم بشه نرمش قهرمانه نمیدونه چرا که این حمایت ها در واقع بخشی از کارت های ایران برای چانه هست که مثلا در قبال آرام کردن حوسی ها و اصطلاح برگشتن صلح به دریاها در اون منطقه یک سری امتیازاتی بگیرن یعنی این دوتا رو در واقع مقایر هم دیگه نمیدونن ولی من فکر کنم که اگر هم قرار باشه تغییری در موزه ایران در زمینه تحریم ها رخ بده یعنی یک نرمش قهرمانانی دیگری ما شاهد باشیم این رو چیزی هست که آقای خامنه‌ای تصمیم خواهند گرفت و نه آقای پزشکیان مرسی از توضیحاتتون جناب متین